طالبان یک سال است در افغانستان قدرت را در دست گرفته و در حال یکتازی است، اما نه از نوع مثبت، بلکه در طول این مدت انواع جنایت ها را علیه ملت افغانستان به خصوص شیعیان این کشور اعمال کرده است. مرتضی مطهری فعال شیعه از کابل پایتخت افغانستان ویدیویی برای ما ارسال کرده و در آن از برخی جنایت های طالبان علیه شیعیان افغانستان و زنان پرده برداشته است. وی در این ویدیو میگوید با آمدن طالبان قید و بندهای زیادی علیه شیعیان و به خصوص هزارهای افغانستان اعمال شده است. با آمدن طالبان بیشتر مراکز فرهنگی، دینی و اجتماعی شیعیان در شهرها و مناطق مختلف افغانستان مسدود شدند. مرتضی مطهری همچنین افزود طالبان مانع برگزاری مراسم توسط شیعیان در مناسبت‌های مختلف همچون عزاداری ماه محرم و روز عاشورا، عید قدیر، نیمه شعبان و برخی دیگر مناسبت‌های دینی و مذهبی شدند. بخشی از صحبت‌های ایشان درباره نگرانی دختران و زنان افغانستان را با هم ببینید. و همچنان نگرانی دیگر از سوی طالبان در رابطه با بسته بودن مکاتب دخترانه و بسته بودن اکثر اداراتی که قبلا در اونجا بانوان و زنان کار میکرد، باعث نگرانی مردم افغانستان به ویژه از زنان گردیده است. با آمدن طالبان، وزارت امور زنان افغانستان به وزارت امر معروف نهی از منکر طالبان انتقال پیدا کرد. با آمدن طالبان به افغانستان، دختران بالای صنف هفتم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. با آمدن طالبان به افغانستان، زنان اجازه رفتن به وزارت یا ادارات دولتی را ندارند. با آمدن طالبان، اوج نگرانی ها، اوج فقر و بیکاری به افغانستان شدت پیدا کرد. خصوص شیعان افغانستان و بانوان افغانستان از آیندهشان نگران هستند. هر روز شیعه ها و هزاره ها مورد قتل و کشتار در افغانستان قرار می گیرند. همچنان روز به روز قیودات بالای زنان در افغانستان وضع می گردند.